سلام، به پادکست سخن زن از 8 صبح خوش آمدید. هراس از آینده توری، می ترسم بی سواد بمانم. روایتی از بهنیا. سکوت سنگینی در انتظارگاهی که مدت هاست روزهای سختی را می گذراند حاکم شده است. گویا زمان در آن اتاق تنگ و تاریک ایستاده است. حتی ساعت روی دیوار که سالها گذر زمان را گوشزد می کرد سکوت اختیار کرده و میلی به چرخاندن ثانیه گرد و دقیقه گردش ندارد. زیرا ساعت نیز آنقدر گذر زمان و انتظار را برای مدینه گوشزد کرده که دیگر به پایان عمرش رسیده است. انگار ساعت نیز خسته از چشمهایی است که به آن دوخته شده است. سکوت خوفناک آنجا را با آه سرد و صدای لرزانش می شکند. دستی روی کتابهایش که مدت هاست میزبان خاک است می کشد و در گوشه ای از اتاق جا خوش می کند. از آرزوها و رویاهایش می گوید و از این که آن رویاها چگونه پس از حاکمیت طالبان رنگ باختند. ترس و ناامیدی را از نگاه هایی که صد سخنی ناگفته دارد می توان خواند. چشمانش از لای تاریکی و اشکهایی که هر دم آن را تر می کند برق می زند و کسانی می ماند که در انتظار عزیزی مدت هاست چشم به در دوخته و به مراد نرسیده است. ناامیدی از پایان فصل انتظار او را افسرده حال و دل نگران کرده است. با کوهی از غم و مایوسی روزهایش را می گذراند و در تاریکی و خاموشی شب به حال دلش می سوزد و با رویاهایی که همانند سراب گشته است می اندیشد. مدت هاست که امید رخت بربسته است. لحظه هایی که در انتظار بازگشویی مکاتب می کشد و کندی می گذرند و به همه چیز بهت زده نگاه می کند. آرزوهایی که برای روشن شدن زندگی تاریکش شکفته بود و دست گروه طالبان پرپر شده است. سوال های زیاد ذهنش را در پی این ناملایمتی ها و محدودیت هایی که به خاطر جنسیتش اعمال می کنند پر کرده است. اما این سوال‌ها با گذشت کمتر از 3 سال هنوز بی پاسخ مانده است. دستانش را از شدت فشار روانی که این روزها تجربه می کند به هم قفل می کند. دلش فشرده می شود. گلویش را بغض می گیرد. چشمانش را می بندد و در حالی که اشک حسرت یکی پس از دیگری روی گونه هایش می لغزد می گوید می‌خواستم خلبان شوم و به هوا پرواز کنم، اما بالهایم را بی‌رحمانه شکستاندند. مدینه 17 ساله دانش آموزی صنف 8 مکتب است که پس از حاکمیت طالبان از فراگیری درس و آموزش باز مانده است. او نیز همانند هزاران دختر دانش آموز به جای نشستن روی چوکی مکتب و صنف‌های درسی در 4 دیواری خانه روزهای سختی را می‌گذراند. می‌گوید قرار بود صنف 10 شوم. 3 سال تعلیمی هم حیف شد. اما
چه کسی به های روزهای از دست رفته تعلیم ایمان را می پردازد؟ هر سال که می گذرد سن ما نیز بیشتر می شود و ما هنوز در جایی گیر کردیم که 3 سال قبل بودیم. نه راه پیشرفت داریم و نه راه نجات از میان این همه بدبختی که هر روز اضافه تر می شود. گاهی از منجلابی که گیر کرده است آرزو می کند که صنف 10 و یا هم 12 مکتب بود تا فرصتهای تحصیلی برون مرزی برای فراهم می شد. اما همه راه ها برایش بسته شده است. او دوست داشت پس از ختم مکتب شامل یکی از بخش های نظامی شود و در رشته خلبانی درس بخواند. اما حاکمیت زنستیز طالبان سبب شده است تا فرسخ ها دور از رویاهایش قرار بگیرد. زیرا این گروه نه تنها مخالف آموزش دختران است، بلکه مسلک را نیز بر اساس جنسیت تقسیم بندی کرده است. مدینه میگوید: خیلی دوست داشتم خلبان شوم و این یگانه رویایم بود که میخواستم به آن دست یابم. اما طالبان نه تنها مانع درس خواندنم شده، بلکه رویایم را نیز نابود کرده است. این گروه به شدت مخالف کار زنان در عرصه نظامی و بخش خلبانی است. آنان تنها مسلک معلمی و دکتری را برای زنان مناسب می‌بینند که این روزها معلم و دکتر نیز روز خوش ندارند. گاهی از میان و محدودیت‌های شدید طالبانی روشنایی پس از تاریکی امید می‌بندد و با خود می‌اندیشد که رویا بدل کند و مسلکی را پیش گیرد که طالبان مانعش شده نتوانند. پس از بارها جستجو و تلاش به این نتیجه می‌رسد که هیچ راهی برای ایجاد کار و خودکفا شدن ندارد و این امر او را بیشتر نگران و ناامید می‌کند. او از روزی می ترسد که حاکمیت طالبان بیشتر از این دوام کند و دروازه های مکتب و دانشگاه بروی دختران بسته بماند و دیگر نتواند به درس هایش ادامه دهد. او نیز همانند بسیاری از دختران بازمانده از تعلیم و تحصیل از عواقب بیسواد ماندن هراس دارد. می گوید: می ترسم بیسواد بمانم و همانند زنانی شوم که در دوره اول حاکمیت طالبان درس خوانده نتوانستند و بی سواد ماندند. من از روزی می ترسم که همانند زنانی که هیچ خدمتی برای جامعه و مردم کرده نمی توانند شوند، جز این که زیر بار ظلم خانواده خود و بعد خانواده شوهر قرار بگیرند و حتی ندانند که آنان نیز همانند خیلی از مردان و زنان دیگر حق زندگی و خوب و آرام را دارند. اکنون مدینه بر روشنایی پس از تاریکی بی‌باور شده است و بغض این درد بیشتر او را می آزارد. با آن هم گاهی اندک امیدی در وجودش جوانه می زند و این روزنه او را تا حال سر پا نگه داشته است. می گوید که در زندگیش همیشه خواسته است تا در پهلوی رویای خلبان شدن به زنان و دختران محروم کشورش که زیر بار ظلم جامعه و خانواده هایشان اساسی ترین حقوق انسانی خود را فراموش کرده و همانند برده ها جز کار طاقت فرسا که با توهین و لتکوب همراه است کمک کند و صدای آنان در برابر بی‌عدالتی باشد. اما اکنون خودش به جمع دختران و زنانی محروم از حق زندگی خوب و آزاد پیوسته است و کاری جز صبر و تحمل در برابر محدودیت های روزافزون طالبان ندارد. زیر لب به حال خود و دختران دیگر افسوس می خورد. او می خواست روزی صدای آنان باشد، اما اکنون هیچ کاری انجام دادن نمی تواند. با خود آهسته زمزمه می کند: ما چقدر بدبختی. هوا دیگر رو به تاریکی گرویده
و آفتاب آخرین اشعه‌اش را از پنجره اتاق مدینه برمی‌چیند. فضای اتاق بیشتر در تاریکی فرو رفته و دلگیرتر می‌شود. آخرین جملات را با امید باز شدن دوباره مکتب و دانشگاه برای دختران و خوب شدن وضعیت کشورش تمام می‌کند. با ختم سخنانش بار دیگر اتاق را سکوت خوفناک فرا می‌گیرد. با تنی خسته و حال پریشان از جا بر می‌خیزد و از لای کتاب‌هایش کتابچه‌ای را بر می‌دارد که در آن از لحظه‌های خوفناک و سنگین پس از حاکمیت طالبان نوشته است. ورق‌های کتابچه از روزهای سیاه خانه‌نشینی و ناملایمتی‌هایی که در این مدت بر دوش کشیده پر شده است و دیگر جایی برای جملات غم‌انگیز و استخوان‌سوز نمانده است. من اون خوردن خورا ندارم، چی کنم؟ خب هر روز ما با سختی هست. مرد، مرد خبه. مخاطبان روزنامه 8 صبح می توانند خبرهای افغانستان و جهان را از زمینه اینترنتی این روزنامه دریافت کنند. همچنان آدرس های روزنامه 8 صبح در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، اسپوتیفای، اپل میوزیک، گوگل پادکست و تریتز خبرهای تازه، گزارش‌های ویژه، مستندهای کوتاه و تحلیل‌ها را در قالب پادکست به مخاطبان ارائه می‌کند. رویدادها بر سرنوشت شما تأثیر می‌گذارند. آنچه را می‌بینید و آنچه را می‌دانید روایت کنید. 8 صبح، روایت دیروز، آینه امروز، نوید فردا.